همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل که از لندن ما را همراهی میکنم. بسیار خوش آمدین آقای شاهی. سوال اول من در این ارتباط هست که چرا در مرکز و غرب آفریقا اصولا کودتا اینقدر زیاد اتفاق میافته؟ سلام و وقت شما بخیر. همینطور که خودتون به درستی اشاره کردید، ما از سال 2020 تا به امروز شاهد 8 کودتا بودیم. تعدد این کودتاها انقدر زیاد شده که اخیراً آقای مکرون گفته که ما در منطقه شاهد یک اپیدمی کودتا هستیم و به شکلی شرایط فعلی در منطقه ما رو یاد روزهای پر التهاب جنگ سرد میندازه که دائما حکومت‌ها به خاطر کودتا و انقلاب در آفریقا در حال تغییر بودن. ولی خب سوال شما این هستش که چرا ما شاهد این سری تغییرات و گذارهای جدی هستیم؟ خب دلایل بسیار متعددی وجود داره، اما یکی از دلایلی که میشه بهش اشاره کرد با توجه به وقت بسیار محدودی که ما داریم، به نظر میاد که ما شاهد یک گذار بسیار عمیق هستیم که منافع و امتیازات کشورهای غربی، خصوصا کشورهای همانند فرانسه که تا اخیراً از امتیازات قابل توجهی در این منطقه برخوردار بودن، داره در واقع به حاشیه میره. همین چند ماه پیش ما شاهد یک کودتایی در نیجر بودیم که بعد از به کنار رفتن دولت ما دیدیم که در واقع دولت جدید وارد یک قرابت نزدیکی شد با روسیه و در این حال ما شاهد افزایش در واقع حضور هم کشور روسیه و هم کشور چین در تمامیت آفریقا هستیم. کشور گابون خب کشور بسیار کم جمعیتی هست، یعنی حدوداً 2 میلیون جمعیت بیشتر نداره و به رغم این که شاید 90% این کشور هم از جنگل پوشیده شده و شهرهای آنچنان بزرگی هم نداره، از منابع قابل توجهی برخورداره، هم منابع معدنی و هم منابع نفتی. گرچه که در حال حاضر گابون یه چیزی حدود 180 هزار بشکه نفت بیشتر تولید نمی‌کنه، اما تا همین 2 روز پیش شرکت‌های بزرگ فرانسوی مثل توتال حضور گسترده و حضور قابل توجهی در این کشور داشتند. تا حدود 1 دهه پیش حداقل 1000 سرباز فرانسوی همواره در این کشور حضور داشتند، اما خب به مرور زمان حضور نظامی فرانسوی ها در این کشور کمتر شد. حالا با توجه به گزارش های اخیر به نظر میرسه که امروز یه چیز نزدیک به 400 سرباز فرانسوی در اونجا وجود نداره و به نظر میاد که در واقع ماهیت سیاست خارجی فرانسه هم در سالهای گذشته تغییر کرده. اگر که ما حتی 10 سال پیش شاهد یک اتفاقی همانند اتفاق فعلی بودیم، بدون شک ما شاهد در واقع اقدامات نظامی فرانسه بودیم برای جلوگیری از این گذار سیاسی و کودتا. حالا گرچه که مقامات فرانسوی ابراز نگرانی کردند و گفتن که در واقع مردم باید به انتخابات احترام بذارن، ولی من واقعا بعید میدونم که در واقع فرانسه قابلیت این رو داشته باشه و ظرفیت این رو داشته باشه و اراده این رو داشته باشه که بخواد از لحاظ نظامی و در بعد نظامی وارد در واقع معرکه بشه. و خب به نظر میاد که برنده اصلی در واقع این تغییرات در آفریقا کشورهای روسیه و چین در بلند مدت خواهند بود. بله، خیلی ممنون از شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل که از لندن ما را همراهی کردید.